سلام بچه ها خیلی خوش اومدید به چنل ترفن به نظرتون چی میشه که یه انیمه ممنوعه میشه؟ شاید تو ذهنیت همه ما از انیمه های هنتای یه سری سکانس ها و صحنه هستن که صرفا جنبه های جنسیتی و پورنو دارن اما موضوع فقط اینا نیست تو کشور ژاپن شما مثلا تو سن 14 سال به بالا اصلا مجاز به انجام رابطه جنسی هستی هیچ من قانونی هم وجود نداره حالا چی شده که تو همچین کشوری که به ظاهر قوانین سختگیرانه نداره یه سری انیمه ها تحت عنوان ممنوعه مطرح میشن خب خیلی عجیبه خب دلیلش مشخصه هنتای ابعاد زیادی داره تو سبک انیمه های هنتای شما ممکنه سناریوهایی رو ببینی که گاهن ترسناکن اما متوجهشون نمیشی مثلا براتون رمان لولیتا رو مثال میزنم خب داستان خیلی قشنگی حکایت عشق یه مرد بالغ به یه دختر بچه که حتی به سن بلوغ هم نرسیده ولی این میتونه اتفاق ترسناکی برای ذهنیت جامعه باشه پس ممنوعه میشن زیر مجموعه هنتای مثل بی دی اسم، بوکاکی، فوتاناری، گورو، لوکیکون، شوتاکون و خیلی از موارد دیگه اینا شامل چیا میشن بذارید با زبون آدم بهتون بگم شکنجه های جنسی، رابطه های جنسی گروهی، تحریفانه نشون دادن اندازه اندامای جنسی زخمی کردن عضوای بدن رابطه با مهارمی مثل خواهر و مادر و خلاصه همه و همه که توی انیمه هنتای شما ممکنه این چیزا رو ببینی اما اصلا متوجهشون نشی فکر میکنم این توضیحات کامل تونست شما رو متوجه این موضوع بکنه که چرا یه انیمه هنتای در نهایت ممنوعه میشه حالا بیاید بریم با لیست ده و تاپ یعنی ده تا از بهترین و البته ممنوع ترین انیمه های هنتای آشنا بشیم البته اینو بگم من هیچ کدومو ندیدم و تو سایت ها و مقالات در موردشون سرچ میکنم متنای انگلیسیشون رو ترجمه میکنم گاهن خلاصه که فکر بد نکنید قبل هر چیز خوشحال میشم یه لایک به ویدیومون بزنید و چنل ترفندم حتما سابسکرایب کنید شماره ده انیمه آماکانو یه انیمه چهار قسمتیه که سال 2016 منتشر میشه توی منطقه شهری که سرشار از چشمه های آب گرمه پسری به نام یوکی به اون شهر نقل مکان میکنه که به پدر بزرگ و مادر بزرگش کمک بکنه پدر بزرگ یوکی بهش پیشنهاد میده که پسر جون تو که جوونی برو تو بکن تا انرژی تو بدنت هست ازش استفاده بکن یه برانداز به شهرشون میکنه میبینه که آره تا دلت بخواد دختر تو اون شهر ریخته البته فکر کنم منظور پدر بزرگی از اشغال این چیزا نبود همون برداشت پسر بوده در نهایت سه تا دختر رو زیر نظر میگیره این پسره ببین کلا این انیمه چهار قسمته قسمت اول که داستان رفتن یوکی به این شهر است قسمت های دوم و سه و چهار در مورد هر کدوم از این سه تا دختره الباقی هم که نیاز به گفتن نیست به هر حال سبک هنتای خودتون ماشاءالله ذهنتون خلاق شماره 9 نو... داستان این هنتای خیلی عجیبه یه پسر بچه به نام ناوتو کاهاشی با ازدواج پدرش با یه زن دیگه دست و پنجه نرم نا ناتو از خانواده جدیدی که داشته اصلا راضی نبوده و خودشو بخشی از اونا نمیدونسته نا که براش اومده خودش قبلا ازدواج کرده بود و طلاق گرفته بود و حاصل اون ازدواج قبلیش یه دختر بچه بوده یعنی ناتو نا علاوه بر اینکه یه مادر ناتنی داشته یه خواهر ناتنی هم داشته حالا تو همین حوالی اتفاق باور نکردنی میافته. یه برنامه عجیب داخل گوشی ناتو به صورت خودکار سر وکلش پیدا میشه. داستان این برنامه مرموز و عجیب چی بوده؟ اینه که میتونسته به وسیله این برنامه هر کسی رو که میخواسته تحت کنترل خودش قرار بده. نحوه کار خیلی ساده است. از طریق اون برنامه از هر کی که دلت میخواد عکس میگیری و نیمی از وجود و اختیارات اون فرد و حتی احساساتش رو تصاحب میکنی ناکو هم میگه که خب کی از همه بهتر جز خواهر ناتنیش روی اون تست میکنه و خلاصه این موضوع باعث میشه که رو افراد زیادتری هم تست بکنه به طوری که وقتی وارد بدن میزبان میشده هر کاری دلش میخواست میکرده و هر احساسی هم طرف مقابل داشته رو حس میکرده این انیمه ممنوع و جنجالی سال 2017 تو دو تا اپیزود پخش میشه شماره 8 انیمه کایوشی سایمی این نوهنتا یه سبک لولیکون داره یعنی این همون رمان لولیتا خب فاصله سنی افرادی که توش عاشق هم میشن یکم زیاده داستان در مورد یه پسر دانش آموزیه که تو درساش داره افت میکنه یه معلم خصوصی زن میگیره که اون معلم خصوصیش داشته ازدواج میکرده و طبیعتاً سنش خیلی از این پسر بیشتر بوده خلاصه که به بهونه درس خوندن و این داستان این وسط اتفاقات دیگه هم میافته البته اینو بگم این معلمه همینجوری پا نداده پسره با یه برنامه مخصوص و یه اپلیکیشن خاص داخل گوشیش معلمه را هیپنوتیزم میکنه فکر کنم این دوتا مورد یعنی این انیمه و انیمه قبلیه به خاطر این ممنوع شدن که دارن عملا به افراد سوء استفاده از اپلیکیشن های تلفن همراه رو یاد میدن شماره هفت انیمه باکا داکدو خب این هنتای یه جور تخیلگرایی و رویگرایی برای افرادی که صرفا جذاب نیستن و زشتن خب فکر کنم مناسب من باشه این یکم داستان در مورد پسری که تو خانواده فقیری رشد کرده هیچ چرا و هیکل جذابی هم نداره و وضع مالیش هم اصلا خوب نیست اما ته این انیمیشن تو اتفاقی عجیب زیباترین و جذابترین زن شهر به درخواست تمام پسرهای شهر پاسخ منفی میده و میاد سراغ شخصیت اصلی داستان زارت اسم اون زن چیجان بوده یکم سکانس جنسیش گویا زیاده چون تو هر مقاله ای میخوندم به این موضوع تاکید زیادی میکردن والا منم زش بودم یه خوشگل گیرم میومد دیگه سکانساش زیاد میشد شماره 6 انیمه کویناکا راستشون اونطور که من قصه این انیمه متوجه شدم داستان یه پسریه که قرار یه حرمسرا رو از پدرش به ارث ببره و تو اون حرمسرا دختران زیادی وجود دارن و چیز بیشتر از اینی دستگیرم نشد گویا اون دختران مثلا میخوام موقع این پسرها رو بزنن یه همچین داستانی فکر کنم باشه شماره پنج انیمه وایف ایتر این انیمه قصه پسریه که میخواد به تعطیلات تابستونی بره اما دو تا زن تو اقوامشون خیلی روی این پسر زومن و استالان روش کراش دارن یکی میوری و یکی هم سایاکو سایاکو که یه جور اینجا جای مادرش هستن این دو نفر همیشه احساسات مخفی به این پسره داشتن خلاصه که تو کل این تابستونه سعی میکنن مخ این پسره رو بزنن شماره چهار خب من سر این انیمه خیلی نقد دارم یه جورایی این انیمه یه جور داره به مخاطبان یاد میده که زنها چیزی جز برده های جنسی نیستن داستان در مورد دخترانیه که تو دانشگاه موفق به کسب درآمد و پیدا کردن شغل و این داستانا نمیشن و مجبور میشن در نهایت برای امرار معاش و کسب درآمد برده و استالان تنفروشی بکنن به افرادی که خودشون دارن درس میخونن و موفقن نمیدونم شاید سناریوش واقعی هم باشه به حال شاید ببینیم تو واقعیت اما خلاصه که داستانش خیلی جالب نیست چون در مورد دختریه که داره این مسیر رو طی میکنه و یه جورایی هم پا میده به این مسیر شماره 3 یه جور هنتاییه که شما تو نقش یه پسر بیگناه دبیرستانی وارد میشید این پسر دنبال اولین دوست دختر برای خودشه خب چیز عجیبیه که تو اون ژاپن شما دوست دختر نداشته باشی خیلی عجیبیه بگم مدرسه هاشون مختلف همه چی مختلف دیگه خیلی خلاصه که این پسر گویا چهار نفر رو انتخاب میکنه و سعی میکنه که این چهار نفر رو تست بکنه و ببینه با کدومشون میتونه اوکی بشه شماره دو این هم دیگه اوج هنتای سبک لولیکون است که اختلاف سنی توش موج میزنه دخترهای مدرسه ده نو ساله که شهبتهای جنسی روشون به تصویر کشیده میشه من بیشتر سعی داشتم از دیدگاه نقدگرایانه خودم این موضوع رو بررسی بکنم اما یکم که فکر کردم دیدم خب این انیمه ها مخاطب و طرفدار نداشته باشن خب یارو بیمار نیست که بشینه بسازه اینا رو قطعا سود میلیون دلاری میکنه از ساخت اینا خلاصه و لو کلام این که ببین این انیمه ها طرفدارای خاص خودشونو دارن شماره یک و در نهایت انیمه یوکوسو داستان تقابل بین جنیان و انسانه خیلی جالبه داستان حکایت شهریه که پر از جن و پریه جنهای ماده که تو کالبود زنانی زیبا و جذاب است و افتخارشون بینه که روحی مجرد و غیر وابسته دارن اما ته مشکلاتی اونا میفهمن که نسلشون و خودشون دارن نابود میشن و تنها راهی که تو اون شهر اونا نابود نشن اینه که با یک انسان آمیزش جنسی داشته باشن تا بتونن بقای خودشون رو تضمین بکنن حالا یه پسر خوششانسی هم این وسط بین این شهر پیدا میشه خلاصه که دیگه ترتیب و میدن همراهان ترفن خیلی خیلی خوشحالم که تا اینجا ما رو همراهی کردید و خوشحال تر میشم که اگه ویدیومون رو لایک کنید تا ویدیوهای بعدی خدا نگهدارتون